کپی میکنم. این قسمت یعنی x2 آندرلاین nv همون قسمتی هستش که ما باید در قسمت لیست کتابخونه کپی کنیم تا بتونیم این ترمینال رو پیدا بکنیم. من اینو کپی میکنم، اوکی میکنم، کلیک راست، کنسل اکشن، به کتابخونه میرم و لیست رو فشار میدم. قبل از اینکه این کارو بکنم من یک المان دیگر رو انتخاب میکنم که شما ببینید و دچار سردرگمی نباشید. برای مثال من میام روی این فیوز کلیک میکنم و مجددا به قسمت لیست میرم. خب همونطور که میبینید با هر کلیک در قسمت تری، در قسمت درختی، در قسمت لیستی هم همون فیوزها رو که در قسمت درختی کلیک کردید مشاهده میکنید. در قسمت گرافیکال پریویو هم همون رو مشاهده میکنید. اما اینجا کافیه که من در قسمت لیست نیم اون ترمینالی رو که انتخاب کرده بودم رو، کپی کرده بودم رو اینجا پیست بکنم. همینطور که میبینید تغییر کرد و حالا تمام در واقع اون ترمینال رو با وریانت های مختلف در این قسمت مشاهده میکنید. منظور از وریانت هم جهت های مختلف اون هست. همونطور که میبینید این ترمینال با وریانت های مختلف اینجا یک روتیت شده. همونطور که میبینید اینجا باز یک روتیت 180 درجه ای و اینجا مجددا روتیت شده. همونطور که میبینید جابجایی کانکشن ها مشخص میکنه که عمل روتیت براش انجام گرفته. پس شما با کپی کردن x2 آندرلاین nb در این قسمت دایرکت انتری در حالت لیست میتونید ترمینال مورد نظرتون رو پیدا بکنید. این زمانی هستش که شما نیم اون المان و یا سیمبلتون رو حفظ هستید و برای اینکه پیداش بکنید خیلی سریع میاد اینجا نیمش رو وارد میکنید که دیگه در قسمت درختی مجبور نشید به دنبال اون بگردید. خب همونطوری که دیدید در این قسمت کایک، در کنتاکتور کایک، همونطور که میبینید با وارد کردن این فیلد ها مثل DT، مثل کانکشن پوینت دیزاینیشن، مثل ماونتینگ سایت، این فیلد ها در سمت چپ المان ما میان قرار میگیرن. ببینید کایک و این قسمت کراس ریفرنس اون و Z231. بنابراین با پر کردن این فیلد ها میتونید اطلاعات مربوط به اون سیمبلتون رو کاملتر در پروژه و در نقشه شماتیکیتون نشون بدید. من دوباره روی کایک دوباره کلیک میکنم، صفحه پراپرتیزش باز میشه. نکته دیگری که میمونه این هستش که شما با زدن تیک مین فانکشن یک فیلد دیگری رو اضافه میکنید که این فیلد در بعضی پراپرتی ها وجود داره و در بعضی پراپرتی ها شما باید با زدن تیک مین فانکشن اون رو ایجاد بکنید. در این قسمت پارت شما میتونید یک پارت رو از مجموعه دیوایس های موجود در نرم افزار برای این کایکتون در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن پارت برای کایک میتونید شما در خروجی های انتهایی پروژهتون که مثلا خروجی پارت لیست هست میتونید این المان رو یعنی کایک رو در لیست پارت لیستتون ببینید. منظور از پارت ها که حالا در فصل های بعد کاملتر راجع به اون توضیح میدیم دیوایس ها و قطعات واقعی شرکت های مختلف برقی هستند که در نرم افزار ایپلن در اختیار ما قرار گرفتن و ما با انتخاب یک کنتاکتور واقعی برای این کایک اون رو در واقع تبدیل به یک فانکشن میکنیم. در نهایت در خروجی پارت لیست وقتی ما قطعاتمون رو بسنجیم ببینیم از چه قطعاتی استفاده کردیم این کایک رو در اون لیست خواهیم دید. در صورتی که برای اون پارت اختصاص نداده باشیم این رو در خروجی پارت لیست هیچ وقت نخواهیم دید. که حالا میگم در رابطه با پارت ها و پارت منیجمنت در فصل های بعدی به صورت کامل توضیح خواهیم داد. اما در قسمت کتابخونه هامون اگر من یک المان رو انتخاب بکنم در کتابخونه IEC سیمبل، برای مثال من رو باز میکنم و در قسمت کویل ها یک بوبین رو انتخاب میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، sáng ra nhà ông mua ra bà đang làm được kiếm tiền